باز هم با شما ایزان هستیم و خدا کنه که ما را بیننده بوده باشید و ما را همراهی بکنید. خب قسمی که پیش از آب و هوا نخروز یادآوری کردیم، امروز میخوایم در مورد کنکور صحبت بکنیم، چون فردا اولین امتحان آغازین از ولایت جوزجان هست که روز اولش هست و خدا کنه که اگه امتحان خوب را داشته باشیم البته در سه روز. و امروز میخوایم صحبت بیشتر هست میمان شنویم و متعلمینی که تکنون بیننده ما هستن باشد یک پیام و یک اطلاعی داشته باشیم از طرف ریاست معارف ولایت جوزجان که بتن اونا بخیر با خیال راحت، با دل آرام و با فکر آرام برن سراغ امتحان و امتحان بدن، چون زحمت خیلی بیشتر کشیدن. و میمانم هم هستن آقای سید میلا ساجادی، عضو وزارت تعلیمی ریاست معارف ولایت جوزجان. امروز میمان ما هستن. سلام و درود خدمت شما، خوش آمدید. صبحتان بخیر باشه. سلامت باشین. صبح شما بخیر. صبح همه بینندگان عزیز تلویزیون شما بخیر. خیلی خوشحال هستیم. خیلی ممنون ساجادی صاحب. و میشه بالاخره خیلی منتظر مانیم به اینکه یک روز تاریخ امتحان و کنکور جوزجان معلوم شد و ما بتونیم وارد امتحان شویم و بالاخره امتحانش هم معلوم شد روزش و قرار است فردا امتحان البته با خوب پیمانده. خب میشه در مورد ازی بگین که البته امتحان فردا چگونه هست و یکم معلومات بتین برای متعلمینی که خیلی بی صبرانه منتظر امتحان بودن و زحمات بیشتر را متحمل شدن؟ بله دقیقا، ما شما یک دوره بسیار یعنی خیلی دام طویل بگیم، هم یک دوره که ناشی از مرضی ها و مرضا و اینا را ما شما پشت سر گذاشتندیم که دوره کرونا بود که واقعاش همه متعلمین ما چشم انتظار امتحان کنکور بودن که متاسفانه از مای عمل به ایسو هر روز شدت کرونا بیشتر شده میرفت که متاسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را از دست دادن، جان عزیزشان. خوشبختانه امروز انتظار به پایان رسید و فردا اولین روز امتحان کنکور ما هست که ما از تاریخ 20 و 21 امروز آخرین روز بایومتریک ما قرار داریم که در این سه روز شاگردای ما، متعلمین ما متقاضی امتحان کنکور مصروف بایومتریک هستند که اونا تای مردها و زنها، دخترها و پسران جداگانه بایومتریک میشن که یکی از پروسای خوب امتحان کنکور است که یکی از پروسای جدید است. در سالهای اخیر ما شاهدی هستیم که هیچ متعلم ما بدون بایومتریک در صحن امتحان کنکور داخل نشن و همه قسم شما شاید در جریان باشین که اداره ملی امتحانات کنکور ایجاد شد به فرمان رئیس صاحب جمهور و این از صلاحیت از وزارت تحصیلات عالی گرفته شد و امسال هم مسئولیت ریاست معارف که به ریاست معارف برمیگرده، به ریاست های معارف ولایت آیدی نمبرهای کنکور از سال پار هم قسم آیدی نمبرهای کنکور به ریاست های معارف مواصلت کرد که ما به تمام آمریت های معارف ولسوالی ها و هم قسم به مکاتب هایشان ارسال کردیم. البته آیدی نمبرهای کنکور سال 98 و شاگرد های عمومی را، کسایی که کنکورشان عمومی هستن این سال 98 فارغ شدن و همه قسم متفرقه را ما از خود ریاست معارف توضیح کردیم که انشالله با ریاست عمومی امتحانات هم اداری امتحانات هم با در نظر گرفتن نکات سی و اجازه نامی که از طرف وزارت صحت عامه اونا دریافت کردن، اونا امتحان کنکور در سراسر ولایات اینا دایر میکنن که خوشبختانه در جوزجان ما هم با مو دایر نمودن نکات سی و بدون ماسک ان شاء الله باز دو حتما میپردازیم. بله خیلی سپاس. خب آقای سجادی، میشه در رابطه با تایم مشخص امتحان کنکور که قرار است فردا برگزار شود بر ما معلومات بدیم؟ فردا امتحان کنکور از ساعت 5 صبح متعلمین و متقاضیان میتونن در صحن پانتون حاضر شوند و کوشش بکنن اون تایم باشن. و کدام تایم شروع میشه امتحان؟ خب چون روز اول امتحان است، 5 صبح همونطور اشاره داشتن 5 صبح همه شاگردا حاضر باشن و مو روز چون روز اول امتحان است یک رسمیت خود می داشته باشه تا بزرگا میان و صحبت می داشته باشن و
کلیدی بکس سوالات تا اونا افتتاح میکنن و به اصطلاح یک مرحله را در بر میگیره. فقط کوش بکنن متعلمین از امی آن تایم بودن سر از فردا اونا تمثیل بکنن دیگه، آن تایم حاضر شون و یعنی وقتش دقیق معلوم نیست که چی وقت دقیق میشه. پنج صبح گفتن ولی و ختمش تا ساعت یک بجه یا کوشش بکنن زیاد به خاطر گرمی هوا، چون در سنه قبلنا امتحانات داخل صنفا گرفتن میشد ولی هوا هم گرم است و وضعیت بدی کرونا را ما شما در حال سپری هستیم. فاصله اجتماعی هم رعایت شده، شوکه های چینده شده کاملا، احتمال زیاد داره تا ساعت 11 بجه. بسیار خوب. خب خواهش می‌کنم یک موضوع دیگه هست که بعضی از فامیلایی هست متعلمین تقاضا کرده بودن در شبکات اجتماعی که میره پیگیری صورت بگیره، به اینکه زمانی که ساعت 5 میخواین باید یک پیگیری از طرف مقامات ارادی خود ولایت جوزجان داشته باشن که بتونن سر وقت امتحان شروع شه و سر وقت خاتمه پیدا بکنن، چون از اینکه هوا خیلی شدت گرم هست و متعلمین نمیتونن با فضای آرام‌تر و فکر آرام‌تر سوالات خود حل بکنن. از این خوبتر است که مفهمون که صبح وقت‌تر میخواین مو سو وقت‌تر امتحان آغاز بکنم و مو چند ساعته که وقت دارن و مو شکل درسترش قانونش خاتمه پیدا بکنه. دقیقاً. خب 5 صبح هم یک زمان خیلی وقتی است. از این خاطر در نظر گرفته شده 5 صبح آفتاب نیست، ما شما در یک فضای طبیعی صبحگاهی قرار داریم. از اون لحاظ حداقل امو فاصله یا امو زمانی را که اینا در نظر گرفتن برای سخنرانی و امورات رسمی که در تمام ولایتی در نظر گرفته میشه یک ساعت در نظر گرفته شده، از ساعت 6:30 الی 7 اگر شروع امتحان 7 بجه در نظر بگیریم تا صبح وقت است انشالله، تا ساعت 10 بجه را من مطمئن هستم تا 10:30 بجه را ما ختم میکنیم. یعنی 5 صبح هم از همین لحاظ در نظر گرفته شده که زیای وقت هم صورت نگیره و شاگردای ما هم به گرمی هوا نمانن تا خدای نخواست ما دچار یک مریضی دیگه نشیم. دقیقاً، چون مشکلی که سال پار البته ما داشتیم متعلمین بیشتر بودن که فکر کنم با هوای خیلی گرمتر امتحان را دادن تا زمانی که از خانه از امسر امتحان آمدن داخل خانه، یعنی گویا دکتر روشون از آفتاب سوخته باشن. این وقت خیلی مشکل هست و خصوصا متعلمینی که هم استرس می داشته باشن و هم ناراحت است با فضایی که اصلا نادر است و البته سرپوشی نیست و آفتاب هم خیلی گرمتر، نمیشه امور خیلی راحت امتحان بده، چون یک سال که یک نیم سال که یک متعلم زحمت نکشه با فضایش با اون تب درش نباشه وقت خیلی سخت است که بتونه سوالا رو خیلی دقیق حل بکنه. خدا کنه که ریاست معارف هم در این زمینه یک کم پشت کار داشته باشن تا باشد امیر کم جدی‌تر بگیرن وقت معین مشخصه که گفتن شروع شه اگر در آفتاب یا در گرمی نمانه شه. یقینا ما میشه یک روشنی بندازم ریاست معارف، ریاست پانتون در قسمت هماهنگی اینا نقش برازنده ای را دارن ولی نقش اساسی را اداره ملی امتحانات کنکور داره که اونا خودشان امتحان برگزار میکنن تا قسمت نمره دی و همه امورات مابعد اونا نقش اساسی دارن. بله دقیقا ریاست معارف ریاست اقتضایی داشته باشن شاید عملی شد ولی ما یک چیز دیگر هم میشه براتون اشاره کنم، اداره ملی امتحانات خیلی جدی است و مصمم است که تا به خاطر یک شفافیتی خوب اونا کار میکنن و هر مدت تعقیب دارم برنامه‌شان، اونا هر نوع پیشنهاد و انتقادی که از طرف اداره محلی یا شاگردا یا متقاضین صورت میگیره اونا در قسمت اونا آنن اونا فورا تصمیم خود میگیرن. ما یک کنکور بسیار خوبی را در سرپل پشت سر گذاشتندیم، ولایت سرپل آنن سر وقت شروع شد و زود ختم شد در حالی که اقلیم سرپل فرق میکنه نسبت به جوزجان، ولی باز هم اونا همون جدیت به خرج دادن. یک سه روز قبل از عید بود که ولایت سرپل یک کنکور بسیار خوبی رو اونا سپری کردن و تمام خواستای که شما امروز مطرح میکنین او در نظر گرفته شده بود و ما مطمئن هستیم که فردا حتما ما ایره این امروز رفته انشالله ایره حتما پیشنهاد میداشته باشیم و در زمین برتان اطمینان میتونم که در تمام حالات انشالله در نظر گرفته میشه همه موضوعات ها، همه پیشنهادهای اولیا و طلاب ما در نظر گرفته میشه. پیشنهادات اولیا بیشتر هست به این موارد چون هوادارشون هست و
با او سمت هایی که کشته نمیخواین البته با آفتاب گرم یا با فضای ناملایم البته امتحانشان بسته پری شود. بله آقای سجادی، میشه در رابطه با امتحان سال پار بگوین، امتحان سال پار یعنی سال گذشته که برگزار شد، چی تفاوت داره با امتحان امسال که برگزار میشه؟ خب سال پار یک سال بسیار خوبی را ما سپری که مدقل دغدغه کرونا را ما نداشتیم و در این اواخر خب میبینیم سال ما تقریبا 1035 نفر از متعلمین ما از ولسوالی انخوی، ولسوالی چارگانی انخوی ما در جوزجان داریم که ما میهمان هستیم، در حقیقت میزبان هستیم، میزبان شاگردای عزیز ولسوالی انخوی ما هستیم که امو شرایط بدامنی که دامنگیر افغانستان عزیز ما شده و خصوصا در اواخر ولسوالی انخوی ولایت فاریاب که اونا به اینجا امتحان میتن و ما یقینا 100% امسال نسبت به سال پار فرق داره و امسال ما یک ذره با تاخیر امتحان کنکور برگزار کردیم و این هم علت شمی کرونا هست و ممکن ما اگر امسال کرونا را ما نمی داشتیم در هوای گرم ممکن ما امتحان را به صنفا دایر میکردیم یا به یک مکان دیگه که حداقل به قول شما هوا هم گرم و اونا را هم از شاگردای ما مسئولتر می بود و یک شرایطی است که باید امتحان کنکور ما دایر بکنیم، باید شاگردای ما امتحان کنکور بتن و با درک شرایط، با درک مشکلات و با تأخیری که سپری شد و امو ترس از یا بیم از مرضی که داریم میره ولی مجبور هستیم میره برگزار بکنیم ولی سال پار با وقت زمانش با امو شرایطش امتحان برگزار شد و شاگردای ما حاضر شد و شاگردای ما آمادگی هم که قبلا در زمستان داشت امتحان با یک امیدواری خیلی بالای امتحان دادن که امسال هم ما 100% به این باورمندی هستیم که شاگردای ما با یک امیدواری خاصی آمدن ان شاء الله که امتحان خوبی را سپری کنن و خدا کنه که امتحان خوب سپری شود. ساجو صاحب همیشه هر ساله امتحانات کنکور یک روز الا دو روز بود، من اصلا فکر کنم فرق وجود داره که مدت 30 روز شده و این روز هم شاید بیشتر بر بگرده این روز کرونا و فاصله های کم راحت شد تا جمع کمتر باشه این لحظه. یک خب تعداد متقاضی های ما زیاد است، 5682 نفر ما امسال امتحان کنکور داریم، متقاضی امتحان کنکور داریم و همونطوری که اشاره کردم از ولسوالی چارگانی انخوی ما شاگردای عزیز خود داریم و یکی این موضوع است، یکی دیگه هم بله فاصله اجتماعی هم رعایت شوه و تعداد کمتر باشه خوبتر میتونیم مدیریت بکنیم روند امتحان کنکور و یقینا اینمی باعث میشه. ما البته سال 1395 هم اگر شما شاهد بوده باشین سه روز امتحان کنکور سپری شد، در سال 1391 هم سه روز امتحان کنکور داشتیم. هر سال خب میزان فارغین ما بیشتر میشه، هر سال فرق میکنه. 1392 هم چون اگر شما بیاد داشته باشین وقتی که 1380 دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شد تمام متعلمین ما وارد مکتب ها شدن و میزان فارغین ما بیشتر شد. ما هم سال هم سه روز امتحان کنکور داشتیم و این سال هم خب طبعا قرنطینه و کرونا را ما داریم، خب قرنطینه هم در حال برداشتن است و این یک زنگ مثبت است. سه روز تمام طبقات یکسان میرن در پای امتحان کنکور یکی که فرق میکنه؟ فرض مثال فکر کنم طبقه متفرقه کسایی که امتحان متفرقه میده روز سه امتحان برگزار میشه بله. و کسایی دیگر که متعلمین اصلی هستن اینا روز اول دوم همین گونه. بله 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 همتون یک کتگوری بندی که از طرف خود حوزه اداره ملی امتحانات در نظر گرفته شدن، اینا در نظر گرفتن که اما یک فرق جاشه. خب ما در اینجا ریاست معارف ما سه برنامه داریم، سه برنامه ما اینجا که عملا با میزان تعلیم و تربیه اینا سر و کار دارن و شاگردار اینا فارغ میتن، تعلیمات عمومی است 3901 نفر ما فارغ داریم، تعلیمات اسلامی 58 نفر و تعلیمات سواد آموزی هم 82 نفر ما فارغ داریم. اما قسم تعلیمات تکنیکی و مسلکی که اگه داریم جدا شده از بدنه وزارت معارف اونا هم فارغینشان هست و همه قسم 14 پاس های ما
که اونا از تربیت معلم و از تعلیمات تکنیکی و مسلکی و از زراعت اینا فارغ دارن، حدودا 501 نفر هستن، 507 نفر هستن، اونا رو هم ما داریم. از الیاس بله بله دمی سه روز، دمی جریان سه روز هستن، اونا روز دوم اونا امتحانشان گرفته میشه، متفرقه هم داریم. از خاطر یک تفکیک ایجاد شوند، بله کاتگوری بندی کردن، یک تفکیک ایجاد شوند، بله دمی سه روز تنظیم کرده اداره ملی امتحانات. بسیار خوب. خب آقای سجادی، میشه در رابطه با فارغین معلولین و معیوبین صحبت های داشته باشیم؟ که سال پارم فکر کنم چند تن از شاگردان خیلی شکایت داشتن که ما از امتحان باز ماندیم و نتونستیم به صحنه امتحان بر بگردیم. خب شما چه فکر میکنین امسال چگونه هست از معلولین و معیوبین؟ یا چند روزی که قبل شروع شده بود بایومتریک، اونا آمدن بایومتریک شدن یا نه؟ بله ما امسال یک نفر معلول داریم در کنکور سال 1398 و معلولین ما یقینا همونطور که برتون اشاره کردم اداره ملی امتحانات کنکور و هم قسم وزارت محترم معارف در تمام پیشنهادات مردم عزیز، چون یک وزارت معارف یک اداره مردمی هست، در تمام پیشنهادات مردم ما در نظر گرفته میکنن، در نظر میگیرن، توجه میکنن و سال پار پیشنهاداتی که صورت گرفت امسال در نظر گرفته شده. ما برای معلولین یک سهولت هایی را ایجاد کردیم، مثلا میتونن معلولین ما در سن امتحان کنکور یک طفل خردسال و یا طفلی که حداقل میزان خواندن و نوشتن خوبتر بلد باشه باشن همکاری بکنه، در قسمت سوال ها را درشان خانه پوری بکنه. دیگه اونو اگر چشمشان دیده نمیتونن، نابینا هستن و یا دستشان و معلولین ما هر مشکلی بدنی وجودی داشته باشن میتونن با یک طفل خردسال که یک سهولت است و اگر سالهای قبل ما نداشتیم امسال یک نوع هر قائل شدن برای معلولین ما که انشاءالله اینا بتونن از این سهولت ها استفاده کرده باشن و ما از طریق تلویزیون شما انشاءالله ابلاغ میکنیم که معلولین ما حتما در این قسمت توجه داشته باشن، شاید هم برشان رسانده شده باشد، روز بایومتریک هم برشان از احترام خاص اونا برخوردار هستن، شاید برشان ابلاغ شده باشه و باز هم میره در نظر بگیرن. خیلی ممنون. خب آقای ساجی صاحب، نتیجه مشخصه که رسید معرف در فکر داره و در اندیشه داره، چه فکر میکنن که آیا این سال که امتحان کنکور برگزار می چقدر نتیجه خوبتر نسبت به بعضی ولایت ها میگیرن؟ چون هر ولایت توان ریاستای معرف شکل رقابتی را سالم را در پی داره که هر ولایت میخواد مقام اول هست خود ولایتش باشه یا نتیجه خوب را ولایت ما کسب کنه. پس ریاست معرف چی فکر میکنن این سال که امتحان که برگزار میشه چگونه و چقدر دستاوردهای خوب را خواهد داشت؟ یقینا ما معرف ما یا در کل ریاست معارف ما، مکاتبای ما، اگر یک بنگریم به سالهای قبل یک افتخارات خوبی را در امتحان کنکور اینا داشتن. ما شاگردایی داشتیم در ردای بسیار بالای امتحان کنکور قرار میگرفتن، در طب معالجوی کابل، اقتصاد کابل، پانزه حقوق پانتونی کابل و همه قسم کمپیوتر ساینس که اینا از نمرات بسیار بالای اینا برخوردار هستن، پانزه انجینری، پول تکنیک، اینا ما از جوزیان داشتیم و این افتخار معرف جوزیان است. ما شخصیت های بسیار خوبی را داریم، استادای زحمتکشی را داریم که اینا شبان و روزی در قسمت شاگردای عزیز کار میکنن، زحمت میکشن تا جوزیان عزیز یک نتیجه بسیار خوبی را داشته باشه. ما یک رقابت خیلی خوبی نسبت به ولایت های بلخ و ولایت های حتی با هرات و ولایت های مرکزی ما قرار داشتیم و قرار داریم و ما همه ساله کادرهای بسیار خوبی را تقدیم میکنیم به پیکر و بدنی وزارت تحصیلات عالی و اونا و از این خاطر امسال هم سال 1398 هم زحمات زیادی صورت گرفته ریاست محترم معارف، آمادگی کنکور اونا دایر کردن، زمینش فراهم کردن برای کورس‌های خصوصی و همه قسم کادرهای علمی ریاست معارف، اینا رفتن برنامه نمونه کنکور دایر کردن و اینا را راهنمایی کردن شاگردهای عزیز ما را
و همه قسم سهولت های زیادی را فراهم کردن تا شاگردای ما خوبتر بتانند. خب یک دوره را یک دوره ناخواسته را ما سپری کردیم، ولی سر امو هم وزارت محترم معارف توصیهش همی بود، ریاست معارف توصیهش برای شاگردها همی بود که درس بخوانند، زحمت بکشند، از این فرصتی که از حداقل استفاده شوه. و ما مطمئن هستم شاگردای ما میامدن از ما مشوره می داشتن، از ریاست معارف اینا مشوره، مرکز ساینس داریم از نام مشوره می داشتن، مشوره هایی را داشتن گرفتن. و همین قسم از سایر دوره قرنطینه اونا یک گروپی را ما مطمئن هستم اونا گروپی را داشتن، خیلی یک برنامه ریزی خیلی خوبی داشتن که انشالله نتیجه خوبی را حتما سپری میکنن، نتیجه خوبی را انشالله ما مثل سال قبل خواهیم داشت. سپاس شما. و باز هم در آخر پایان میداشته باشیم هست آقای ساجی صاحب در مورد امتحان فردا و نکات خیلی مهم هست و را میشه برای ما یادآور شد. به طور مثال فکر کنم قسمی که در آغاز صحبت هم اشاره کردن کلات سرپلات ها نمیمانن یک انگوشتر انتخال بدن و چی باشه که با تلفن های هوشمند و نوکیا و چیزا باشه، میشه مورد پیام بگذارن تا فردا متریم اصلا سرگردان نشه، چیزی رو با خود نبرن که اونجا دان دروازی پانتون اجازه نتن داخل و اونا سرگردان بانن و دوباره بر بگردن به خانه و تلفن آرسته که باشه اونا دوباره در خانه بانن. و یک چیزی که خیلی مهم هست هیچ وقت با انگیزه نقل و نقاری نرن، چون هیچ فرصت فکر نکنم مهیا شوه برای متنین ما که متنان زمینی نقل باشه مهیا باشه و نقل بگیرن. واسه وقت بیشتر هست آقای سجادی خیلی کوتاه اشاره کنین چون وقت ما تمامه. یک موضوع یادم رفت، ما حدودا 29 کارت ما علاوه بر پوزیش لابلای را صحبت باید میکردم، 29 آیدی نمبر آیدی کارت ما فعلا موجود است در ریاست معارف. من از طریق تلویزیون شما صدا میکنم بر تمام متعلمین عزیز ما که اگر در این قسمت البته کارت های متفرقه است، اگر آگاهی ما در باوجودی که آگاهی ها زیاد دادیم از طریق آمرت های معارف ولسوالی ها و معارف شهر ما، بازم 29 کارت مانده، شاید هم شاگردای ما مشکل داشته باشن و جایی بودن و تلفنشون هم زنگ زیاد دادیم خاموش بود. اگر میتونن امروز آخرین روزش است تسلیم شون از ریاست معارف و برن در پروسه بایومتریک هم اشتراک بکنن. یقینا اداره ملی امتحانات بسیار جدی از این قسمت، حتی یک انگشتر اجازه نمیتن لاکت و تلفن های هوشمند و ساعت هوشمند و چه برسه به نقل و نقالی و اینا، و آینده خود به مخاطره نندازن. خدای نخواست اگر پارچهشان گرفته شوه یا پارچهشان داخل قرنطینه شوه تا او در سیستم را جواب نده و ای از این موضوعات کاملا خودداری بکنن شاگردان عزیز ما، کاملا خود به قول انگلیس ها ریلکس راحت بگیرن در سر امتحان و امتحان استرس نداشته باشن. انشالله که یک امتحان خوبی را سپری میکنن و آن تایم باشن و بیشتر کوشش بکنن از امو یک چون دیگه ولایت ها ممید شده یک بوتلابی که با خودشان حتما داشته باشد چون هوا هم گرم است و قلم داشته باشن. قلم کدام؟ 1.3، 0.8 و 0.5. بیشتر 0.5 و 0.8 معمول است ای را داشته باشن. اگر هم 1.3 هم بازم بیشتر میکنه نفوذ میکنه در عقب ورق، بازم دیگه ولایت هم توصیه شده 1.3 گرفتن، ورنه 0.3 و 0.5 0.8 بیشتر مورد کاربرد قرار میگیره. از اینا استفاده بکنن. اگه امتحان خوب و خوش برای همه متعلمین عزیز ما میخواهیم و همونطوری که شما اشاره کردین یک افتخارات خوبی را انشالله اینا به جوزان بیارن گرفته که افتخاری همین ما شما هست. باز هم خیلی سپاس هست همکاری شما که امروز حضور پیدا کردید. سلامت باشید. تشکر از دعوت. و باز هم آرزوی موفقیت میکنم بر کسایی که امتحان کنکور میتن و انشالله که یک امتحان خوب و شفاف باشه.